سرخط خبرها. آزمایش امیدوار کننده پادتن کرونا در شرکتی سوئیسی. سازمان بهداشت جهانی میگوید این ویروس ممکن است هرگز از بین نرود. به نظر میاد که استان خراسان شمالی هم ممکنه که در وضعیت هشدار باشه. ما امیدواریم روز نگرانی از تکرار تجربه خوزستان در بعضی مناطق دیگر ایران. وزارت بهداشت از مرگ حدود 70 مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. حمله طالبان در شرق افغانستان همزمان با افزایش انتقاد از عملکرد حکومت در برابر شورشیان، معاون غنی پاکستان را مسئول ادامه درگیری‌ها می‌داند. و دیدار با مردی که زمانی با گروهی تندرو کار می‌کرد اما حالا تلاش می‌کند جلوی تندروی را بگیرد. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. شاید واکسنی برای کرونا پیدا شود اما این ویروس هرگز از بین نمی رود. این هشدار سازمان بهداشت جهانی است. سازمان ملل متحد هم هشدار داده که کرونا آسیب‌های روانی شدیدی در دنیا ایجاد کرده و از دولت‌ها خواسته برای مقابله با آثار روانی کرونا و قرنطینه به کمک شهروندان بشتابند. در این میان روش تازه‌ای برای آزمایش کسانی که ویروس کرونا در بدنشان هست روزنه امیدی گشوده. مهرداد فرهمند و جزئیات بیشتر. سامانه آزمایش تازه‌ای برای ویروس کرونا، روزنه امید به سوی کشف واکسن این بلای جهانگیر. آزمایش‌ها تا کنون فقط مبتلایان به ویروس را تشخیص می‌داد، اما این سامانه تازه با آزمایش خون پادتنی را که بدن برای آن ساخته نیز می‌یابد. کسانی که ویروس کرونا گرفتند اما بدنشان آن را با موفقیت دفع کرده نیز شناسایی می شوند. امیدی پیدا شده که از این راه بتوان راهی برای ایمنی بدن همه انسانها در برابر ویروس کرونا یافت. در آمریکا و اتحادیه اروپا دقت این سامانه 99.8% شناسایی شده. دولت‌ها استفاده گسترده از آن را آغاز کرده‌اند. بریتانیا و آمریکا پیش از همه. سفارش‌ها به سوی سازنده‌اش شرکت روش در سوئیس سرازیر شده. غول داروساز جهان که در عمر 120 ساله‌اش قرص‌های ویتامین C و والیوم و دیازپام و داروی ضد افسردگی را به جهان عرضه کرده. حالا با آسمان خراش 38 طبقه‌اش در بازل سوئیس، ناهمساز و ناهمگون با نمای این شهر قدیمی فخر می‌فروشد که نام خود را بار دیگر در جهان ثبت کرده. تولید کننده اصلی داروهای شیمی درمانی ضد سرطان است و البته بسیاری از تولید کنندگان کوچکتر دارو را هم در جهان بلعیده. در دانشگاه استنفورد آمریکا هم دارند روی این کار می‌کنند که شاید داروی هپاتیت درمانگر کرونا باشد. همان گونه که داروی مالاریا هم قبلاً چنین شهرتی یافته بود. اما رئیس جمهور آمریکا خیلی گوشش به دکترها بدهکار نیست. تصمیم گرفته مدرسه ها را باز کند. در حالی که دکتر فاوچی مشاور بهداشتی او هشدار داده که درآمدن زودرس از قرنطینه میتواند فاجعه بیافریند. آمریکایی‌ها هم دو دستند. عده‌ای مانند اینها که دست گل جلوی کنگره گذاشتند، معتقدند که دونالد ترامپ با شل کردن قرنطینه قاتل ملت شده. عده‌ای دیگر مانند این راننده اتوبوس‌ها که جلوی کنگره بوق خشم میزنند، معتقدند که او زیادی سفت گرفته و به راننده اتوبوس‌ها سهمی را که باید از کمک هزینه دولتی نداده. مهرداد فرهمند، بی بی سی. ساعتی پیش در همین زمینه گفتگو داشتم با دکتر جواد امان، متخصص میکروبیولوژی و مدیر علمی شرکت دارویی آی بی پی در واشنگتن. از او پرسیدم اهمیت ساخته شدن تست‌های این پاتن چقدر است و تا چه اندازه در رویکرد ما نسبت به بیماری کرونا تغییر ایجاد می‌کند. تست‌های آنتی‌بادی تعدادش کم نیست. الان چندین شرکت تست آنتی‌بادی رو
وارد بازار کردن. ویژگی این تست روش در این هستش که دقتش خیلی زیاد، یعنی کاذب مثبت کاذب منفیش تقریبا نزدیک به صفر، و این اهمیت زیادی داره که بشه روی نتیجه گیری که از اون تست میشه بشه روش حساب کرد، برای اینکه این یک فاکتور خیلی مهمی هستش در عادی سازی نسبی که خیلی از کشورها دنبالش هستن، چون یکی از به اصطلاح پایه‌های اون باید این باشه که پایه علمی باشه که با بدونیم موقعیتی داره نظر ایمنی نسبت. کمی از اهمیت این تست آنتیبادی برامون بگین. خب این تست آنتیبادی نشون میده که بدن شما با ویروس روبرو شده یا نه. حالا اون روبرو شدن ممکنه به بیماری منجر شده باشه و ممکنه که به بیماری خیلی خفیفی یا اصلا بدون علامت منجر شده باشه. اما فرض در حال حاضر برای این هستش که شما اگر که آنتیبادی داشته باشید علیه ویروس مقاوم هستید یا حداقل مقاوم تر از بقیه کسایی که آنتیبادی ندارن هستید در مقابل ویروس. البته این هم خودش سوالیه که هنوز باید روش تحقیق بشه. اما اگر فرض کنید شما میخواید جامعه رو اینو باز بکنید، این باید با یه سری برنامه ریزی دقیق باشه. بخشی از اون برنامه ریزی باید بر اساس داشتن توانایی تست کردن وسیع باشه. تست کردن باید هم از دیدار آنتیبادی انجام داد، چون شما میتونید فرض کنید توی واحد تولیدی کسایی رو که آنتیبادی دارن رو در واقع اولویت بدید نظر بازگشت به کار، کسایی که ترستن اولویت بدید، و با تستای مولکولار هم میتونید مثلا با تستای متناوب همیشه رصد بکنید که آیا داره یک به اصطلاح اپیدمی شکل میگیره تو اون واحد یا نه. آقای امان، سازمان بهداشت جهانی هم هشدار داده که واکسن کرونا ممکنه پیدا بشه اما خود کرونا از بین نخواهد رفت، ما همچنان باهاش درگیر خواهیم بود. چقدر ما با شرایط متفاوتی بعد از اینکه واکسن کرونا اگر مثلا در 6 ماه یا در 1 سال آینده پیدا بشه با چه شرایطی مواجه خواهیم بود؟ احتمالا ما به یک وضعیت عادی به اون شکلی که قبلا تصور میکردیم نمیرسیم تا زمانی که واکسن برای همه در دسترس باشه. یه اشتباهی که میکنم خیلی ها این هستش که اگر واکسن درست بشه معنیش این هستش که مسئله دیگه حل شده. نه، از درست شدن واکسن تا در دسترس قرار گرفتن واکسن برای همه مردم، چون یه مسئله جهانی هست، میتونه زمان سالها فاصله وجود داشته باشه. حتی ما الان می‌بینیم که توی برای بیماری‌های دیگه هنوز بخش زیادی از جامعه کشورهای در حال توسعه و کشورهای فقیرتر دسترسی به واکسن نداره. ما اگر واکسن به همه برسه بعد میشه تقریبا به یک نرمالی برگشت. دکتر جواد امان بود، متخصص میکروبیولوژی. اما در ایران وضعیت استان خراسان شمالی هم از نظر شیوع کرونا نگران کننده شده. وزارت بهداشت هشدار داده اگر روند فعلی ادامه پیدا کنه این استان ممکنه به وضعیت خوزستان دچار بشه. وضعیت بعضی از شهرستان‌های استان لرستان هم قرمز اعلام شده. طبق آمار رسمی از دیروز بیش از 1800 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران ثبت شده و بیش از 70 نفر جانشون رو از دست دادن. پرهام قوادی گزارش می‌ده. اواخر ماه رمضان برای حکومت ایران یعنی برگزاری مراسم مذهبی و حکومتی. در حالی که بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت طی شبانه روز گذشته 71 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند و دست کم 1800 مورد جدید ابتلا به این ویروس شناسایی شده. تهران همچنان کانون شیوع کرونا در ایران است. غیر از استان خوزستان حالا آژیر وضعیت قرمز کرونا در استان لرستان هم به صدا در آمده و احتمال حادتر شدن وضعیت در استان خراسان شمالی هم می رود. ما همچنان میتونیم بگیم که با وضعیت مشابه روزهای گذشته، البته باز هم عرض میکنم به جز استان خوزستان که کماکان در وضعیت قرمز قرار داره و به نظر میاد که استان خراسان شمالی هم ممکنه که در وضعیت هشدار باشه. فرماندار خرم‌آباد مرکز لرستان با اعلام محدودیت‌های جدید رفت و آمد هشدار داده که اگر مردم فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند محدودیت‌ها بیشتر و کسب و کارها تعطیل می‌شوند.
در بهبهان در استان خوزستان پس از یک دوره بازگشایی دوباره وضعیت قرمز شده. با شما به تأسف اعلام میکنم وضعیت فوق‌العاده بحرانی است و تست‌های مثبت کرونا به مرز انفجار و وضعیت قرمز رسیده. قرنطینه خانگی رو 100% رعایت کنید. خیابان‌ها رو خلوت بکنید. پارک‌ها ممنوع، آرامستان‌ها تعطیل. حفظ جان شما از هر چیزی ارزشش بیشتره. رسانه‌های دولتی ایران دائم از بازگشایی حرم‌ها، راهپیمایی روز قدس و نماز عید فطر می‌پرسند. اما وزیر کشور ایران گفته گزینه‌های مختلف روی میز است که در روزهای آینده ستاد مبارزه با کرونا درباره آن تصمیم می‌گیرد. اینجا مطرح شد، اما وقتی ما موضوع بازگشایی آستانه‌ها را به خصوص امام رضا را مطرح می‌کنیم، باید بدانیم که در کنار اون مسائلی مثل مسافرت‌ها را خواهیم داشت که حتما زیاد خواهد شد، بحث رستوران ها را خواهیم داشت، بحث هتل ها را خواهیم داشت، بحث مسافرخونه ها، خرید، بازار و سایر مسائل را. در این میان اما تکلیف کنکوری ها مشخص شده. آزمون سرنوشت ساز با تأخیر برگزار می شود. از هفته آخر تیر ماه این آزمون ها شروع خواهد شد با رعایت اصول بهداشتی. اما بحران کرونا بسیاری را در پرداخت کرای خانه دچار مشکل کرده. در ایران بنگاه‌های املاک به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا موظف به تمدید دو ماهه قرارداد مستاجران شدند. شاید برای مدتی کوتاه خیال مستاجران در این روزهای سردرگمی راحت شود. پرهام قبادی، بی بی سی. وزارت صحت عامه افغانستان هم از ثبت بیش از 400 مورد جدید ابتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده. بیشترین آمار مبتلایان در کابل ثبت شده با حدود 190 مورد. شمار کل بیماران کووید 19 در افغانستان به بیش از 5600 نفر رسیده. با ثبت مرگ 4 نفر دیگر، آمار رسمی مجموع جانباختگان هم به 136 نفر رسید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیشب به دیدار زخمی‌های حمله دو روز پیش به یک زایشگاه در غرب کابل رفت. 24 نفر در این حمله کشته شدند که اکثر اونها زن و نوزاد بودند. این حمله که تاکنون گروهی مسئولیت اون رو قبول نکرده، واکنش‌های منفی زیادی در بین افغان‌ها داشته. دولت افغانستان بلافاصله انگشت اتهام رو به سمت طالبان گرفت. آقای غنی به نیروهای امنیتی دستور داد از حالت دفاعی خارج بشن و به گروه‌های شورشی حمله کنند. با این حال امروز طالبان به یک پاسگاه در جنوب شرقی افغانستان حمله کرده و 5 نفر رو کشته. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز در پاسخ به انتقادها از عملکرد نیروهای امنیتی دفاع کرد و گفت پاکستان عامل اصلی ادامه جنگ در افغانستان است. ولی آریا تحلیلگر امور نظامی و دفاعی از لندن با ما هست. آقای آریا، مشخصا اینجا دوباره صحبت از پاکستان شده و می‌بینیم که دولت دوباره، حداقل امرالله صالح معاون اول آقای غنی صحبت از این می‌کنه. چقدر واقعا این مطالب درست است در شرایطی که مذاکرات صلح قرار هست بین طالبان و دولت شکل بگیره؟ با عرض سلام. در این که پاکستان همواره حامی اصلی طالبان بوده تردیدی نیست. حتی گمانه‌زنی های هم وجود داره که و دلایلی هم که پشت سر داعش هم در حمایت از داعش هم به نوعی بخش از استخبارات پاکستان بوده تا این که داعش را ایجاد بکنه به منظور این که به غرب و به جامعه جهانی نشان بده که از طالبان گروه بدتری هم میتونه وجود داشته باشه، پس شما بهتر است با طالبان تعامل کنید. و در این که بین طالبان و داعش و در حدود 18 گروه خشونتگرای دیگر که در افغانستان وجود دارن، در نوع دیدشان از نظر طرز عمل‌هایشان، قساوتی که دارن، بی‌رحمی‌ها که دارن و ایدئولوژی و جانبینیشان هیچ نوع تفاوت عمده را نمی‌توان دید. ولی در از نظر سیاسی طبیعتاً در اینکه در چه مدت مثلا کدام گروه مورد حمایت کدام کشور بوده و در راستای کدام هدف،
بدون تردید تفاوت‌های وجود داره. خب فعلا مشکل اصلی در افغانستان این است که بین در داخل افغانستان بین سه عمل کننده، بین سه بازیگر اصلی در رقابت برای امتیازگیری وجود داره که این سه بازیگر عبارتند از ارگ ریاست جمهوری و تیم آقای عبدالله و نیروهای سیاسی که همکار هستند با آقای عبدالله و همچنین گروه طالبان. و اینا در این حال در آمریکا رو هم داریم که این وسط معتقد هست که دولت افغانستان و طالبان میباید زودتر در قالب همون گفتگوهای بین افغانی شروع بکنن گفتگوهاشون، اما عملا با این اتفاقاتی که در چند روز گذشته افتاده مشخص نیست که چطور این کار باید انجام بشه. آمریکا به نظر شما کجای این معادله ایستاده؟ بله، ببینید در اتفاقا در تکمیل جمله قبلی میخواستم به همین اشاره بکنم که این سه گروه برای اینکه بین خودشان در حال رقابت بر سر امتیازگیری هستن، بر سر امتیازگیری از ایالات متحده هم در حال هستند و فعلا هدف ایالات متحده چیزی نیست جز این که یک نوع توافق تصنعی و مصلحتی هر چیزی سر انجام بشه تا اینکه قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آقای ترامپ یک چیزی داشته باشه برای نشان دادن به عنوان یک دستاورد بزرگ. و از همین جهت هم هست که در 18 ماه گذشته هم ایالات متحده روی کیفیت این موافقتنامه تاکید زیاد نداشت، عجله بسیار زیاد صورت گرفت، نیروهای سیاسی و دموکراسی خواه افغانستان از پروسه کنار گذاشته شدند و حالا هم فشار ایالات متحده ایست که در موافقتنامه که با طالبان هم امضا کرده اشاره شده که هیچ ناگروهی به خصوص اشاره به دولت افغانستان است که هیچ نوع عملیات نظامی که انگیزه سیاسی داشته باشه را نباید به راه بیندازن و این موضوع آقای غنی که باید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از این به بعد موضوع تهاجمی داشته باشن علیه طالبان مسلماً مورد استقبال ایالات متحده قرار نخواهد گرفت. از جانب دیگر روی طالبان هم فشار هست از جانب ایالات متحده، ولی خب در رسانه ها کمتر گزارش داده میشه. فشاری است که در موافقتنامه هم بهش اشاره شده به این معنا که اگر قرار است طالبان اگر قرار باشه که مثلا مرکز یک ولایت رو یک ولسوالی که اهمیت استراتژیک داشته باشه رو به تصرف خود در بیاورن، ایالات متحده از این اقدام جلوگیری خواهد کرد. ممنونم از شما آقای آریا، معذرت میخوام وقت بیشتری نداریم، ولی آریا تحلیلگر امور نظامی و دفاعی از زنم. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به عناوین مهم خبری. نتیجه آزمایشی تازه برای تهیه پادتن کرونا امیدواری زیادی ایجاد کرده. همزمان سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که ویروس کرونا ممکن است هرگز از بین نرود. در ایران وضعیت استان خراسان شمالی از نظر شیوع کرونا نگران کننده اعلام شد. همزمان وزارت بهداشت از مرگ حدود 70 مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. در ادامه این برنامه، مردی که زمانی بمب‌ساز گروه‌هایش تندرو بود، حالا تلاش می‌کند جلوی افراط‌گرایی را بگیرد. خبرگزاری رویترز بر اساس اطلاعات یک شرکت ردیابی کشتی‌ها گزارش کرده که دست کم یک نفتکش حامل سوخت به تازگی از ایران راهی ونزوئلا شده. بنابر این گزارش، این کشتی که اوایل فروردین ماه در بندر عباس بارگیری کرده، می‌تواند بحران بنزین در ونزوئلا را کم کند. گفته شده 4 کشتی دیگر حامل سوخت هم با پرچم ایران از بندر عباس یا اطراف آن حرکت کردند، اما مقصدشان مشخص نیست. تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا باعث نزدیکی بیشتر آنها به یکدیگر شده. پیشتر هم گزارش شده بود که ایران وسایلی برای تعمیر پالایشگاه‌های ونزوئلا به اون کشور فرستاده و در ازای آنها چندین تن طلا گرفته. ایمان ناصری مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاورین بازار نفت FGE از لندن با ما هست. آقای ناصری، چقدر این گزارشی که رویترز منتشر کرده ممکنه این حقیقت باشه و چقدر ممکنه به گمان زنی نزدیک باشه؟ ببینید، این همونطور که خودتون اشاره کردید، رویترز هم مشخصا میگه این یک گمان زنی هستش از روی به اصطلاح شواهد و قرائنی که این شرکت های کشتی ها رو ردیابی می کنن به نتیجه این می رسن که این یک همچین محموله ای هستش از
ایران بارگیری شده و به مقصد ونزوئلا در حرکت هستش. بعضی موقع این گمانه‌زنی به واقعیت نزدیک میشه، بعضی موقع فاصله میگیرین. البته در خصوص به اصطلاح چه نفت خام و فرآورده‌های نفتی که از ایران بارگیری میشه این درست هستش، در مورد برخی دیگه از محموله‌ها خب این خیلی به واقعیت و قطعیت نزدیکتره، برای اینکه بعضی موقع این اسناد حتی کشتی‌ها مشخصه یا روی سیگنالی که از رادارش میگیرند بعضی از این اطلاعات حتی درج شده. و اگر این گزارش درست باشه نشون میده که عملاً ایران بیشتر آغاز شروع کرده به صادرات فرآورده‌های نفتی تا خود نفت که الان در واقع عملاً براش غیر ممکن هست. ببینید این خبر خیلی شاید بولد و درشت شده به دلیل مبدأ و به خصوص مقصدش که ونزوئلا هستش. منتها همین شرکت‌هایی که ردیابی می‌کنن تقریبا هر ماه از زمانی که تحریم‌ها شروع شد مقدار قابل توجهی از فرآورده‌های ایران رو به اصطلاح صادرات فرآورده‌های ایران رو ردیابی می‌کردن که معمولاً به آسیا ختم می‌شد. البته اینها خیلی نمیتونن به اصطلاح مقصدش رو بعضی موقع ها تعیین بکنن، اما بارگیری محموله های فرآورده های نفتی ایران در کل دوران تحریم ادامه داشت و در واقع پیشنهاد میکرد که صادرات فرآورده های نفتی ایران لطمه آنچنانی از تحریم ها نخورد، برخلاف به اصطلاح نفت خام و معدنیات گازی که در واقع یه افت خیلی شدیدی رو حداقل این گمانه‌زنی ها پیشنهاد میکنند. اون هم البته دلیلش به اصطلاح بازار کاملا متفاوت و حجم کوچیک تر این محموله ها نسبت به نفت خام و معدنیات گازی است. و با کاهش قیمت نفت چقدر ممکنه که تأثیر بگذاره اگر ایران به طور خاص داره روی فرآورده های نفتی سرمایه گذاری میکنه و عملا داره تامین هزینه میکنه، از اونجا کاهش قیمت نفت چه تأثیری ممکن روی اون بذاره؟ من همونطور که بهتون گفتم این در واقع یک سرمایه گذاری جدیدی نیست، این در واقع ادامه روندی هستش که تقریبا ایران در قبل از تحریم ها داشته و اگر نگاه بکنید تخمین صادرات فرآورده ها یه تقریبا ادامه همون چیزی هستش که واقعیتش رو قبل از تحریم ها نشون میده. اما این افت قیمت ها میشه گفتش که روی این موضوع شاید تأثیر آنچنانی نداره، یا حداقل به اون اندازه‌ای که وضعیت تقاضای فرآورده در بازار نفت به دلیل ویروس کرونا این امر رو ممکنه یه مقدار مشکل تر بکنه، علل خصوص که اغلب پیشبینی ها این هستش که خیلی از این فرآورده ها به بازار چین راه پیدا کردن و خب وقتی که این بازار به اصطلاح تقاضای واردات این فرآورده ها رو کمتر داشته باشه به دلیل افت تقاضا، خب این کار به هر حال سخت‌تر میشه برای ایران و البته همین شرکت های کشتیرانی هم. اگر به تخمین های محموله های بارگیری شده ایران نگاه بکنی در ماه های مارچ و اپریل تقریبا میشه گفتش که افت قابل محسوسی داشته این صادرات و دلیلش لزوماً افت دلیلش صرفاً افت تقاضا است. ممنونم از شما ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاورین بازار نفت FGE از لندن. در ادامه چند خبر کوتاه. حکم 6 سال زندان رضوانه احمد خان بیگی فعال مدنی و یکی از معترضان آبان ماه گذشته ایران در دادگاه تجدید نظر تایید شد. پیشتر دادگاه انقلاب تهران خانم احمد خان بیگی رو به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به 6 سال حبس محکوم کرده بود. 5 تا 4 تا 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 5 تا 4 ت
ملی توران خبر داده. او گفته بعد از تماس دو نفر از همیاران طبیعت، محیط‌بانان پارک ملی توران در شاهرود وارد منطقه شدند و 5 یوزپلنگ مشاهده کردند. محیط‌بانان موفق شدند در اقدامی کم نظیر از این یوزپلنگ‌ها تصویربرداری کنند. یوزپلنگ ایرانی گونه‌ای در خطر انقراض است. علی فازی پیشتر برای یک گروه شبه نظامی مرتبط با القاعده در اندونزی بمب می‌ساخت. گروهی که بارها در جنوب شرق آسیا بمب‌گذاری کرد، از جمله در جزیره بالی در سال 2002. او بعد از طی دوران محکومیتش در زندان حالا یک مأموریت جدید دارد. این بار نه ساخت بمب، بلکه جلوگیری از پیوستن نیروهای جدید به گروه‌های ستیزه‌جو. ربکا هنچکه گزارش می‌دهد.
علی فاضی پیشتر در زندان بود به خاطر نقشش در اقدامات تروریستی، اما حالا برای دلیل بسیار متفاوت اینجاست، دیدار زندانیان دیگر و تلاش برای بازگرداندنشان از افراطی‌گری. میدونم چی به من کمک کرد که تغییر کنم و همون رو برای تغییر دیگران استفاده میکنم. روش مثبت پلیس، دسترسی به تحصیل و دیدار با قربانیان بمبگذاری‌ها من رو تغییر داد. روستایی در جاوه پایگاه گروهش یعنی جماعت اسلامیه بود. گروهی که مسئول حملات مختلف از جمله بمبگذاری بالی در سال 2002 بود که در آن بیش از 200 نفر کشته شدند. اما حالا این روستا پایگاه حلقه صلح گروهش شده، جایی که قربانیان بمبگذاری‌ها به آنجا دعوت می‌شوند تا بتوانند در مورد درد و غمی که حملات برایشان ایجاد کرده صحبت کنند. این گروه همچنین به شبه نظامیان سابقی که محکومیتشان تمام شده کمک می‌کند تا کار پیدا کنند، مثل سومارنو که نقش کوچکی در بمبگذاری بالی داشت و حالا این آژانس مسافرتی را اداره می‌کند. حالا که از زندان بیرون اومدم میخوام برای جامعه مفید باشم. با این آژانس مسافرتی امیدوارم زندگی خشونت‌بارم رو پشت سر بگذارم. میخوام چهره مهربون اسلام رو نشون بدم. برای نزدیک به یه دهه این روستا مرکز تروریسم در اندونزی بود. حالا امیدوارند که با این فعالیت‌ها این نسل نیرویی برای صلح و رواداری باشه. به بچه ها یاد میدیم که همه ایمانشون یه جور نیست و باید به غیر مسلمان ها احترام بذاریم. اما لولو فازی میگوید نتوانستند همه را قانع کنند. بعد از بمبگذاری بالی ما تغییر کردیم چون قربانیان زیادی بودند. درست نبود، اما خیلی از دوستانمون تغییر نکردن و ما نمیتونیم روی همه تأثیر بذاریم. موج بعدی گروه‌های شبه نظامی در اندونزی به داعش وابسته‌اند و در سال‌های اخیر مسئول چند حمله کوچک بودند. علی فازی مرتب تهدید به مرگ می‌شود. با این حال نمی‌ترسم، چون معتقدم کاری که حالا می‌کنم درسته. آمادم در این راه کشته بشم. او این را نبرد علیه افراطی‌گرایی و تعصب می‌نامد، نبردی که برای پیروزی در آن مصمم است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهی شما.